بسم الله الرحمن الرحیم. فلش کارت داروهای آنتی نئوپلاستیک. خب از آلکیلیتینگ ایجنت ها ما میخواییم سیسپلاتینو، کربوپلاتین، اوکسالیپلاتین. چون هفته مثال زده زده این طبقه بندی نبود، طبقه بندیش بود نیتروژن مستاردا یا نیتروژن یوراها، اتیلن آمین ها. حتی نیتروژن مستاردا جدا گفته، نیتروژن یورا را جدا گفته، تریازین، آنتی بایوتیک هایی که آلکیلیتینگ ایجنت میکنن، و پلاتینیوم کوردینیشن کامپوند ها. خب از نیتروژن مستاردا گفته که این نیتروژن مستاردا الان داره اینا رو نام میبره، اینا همون بیسکلور اتیلن آمینن. آره دیگه، یه شکلش یادت برای مستاردا. پس اینا چی هن؟ بیسکلور اتیلن آمین همون نیتروژن مستارده، گفته میکلورو اتامین، سیکلوفوسفاماید، ایفوسفاماید که گفتم ساختارش مشابه سیکلوفوسفامایده. ببین الان خب اگه متن نخونیم بعد اینا رو نمیتونیم توضیح بدیم، اما یه ریزه خوندیم اینا رو فهمیدیم. کلورامبوسیل، ملفالان، خب اینا همشون لیمیتینگ توکسیسیتیشون میلو ساپریشنه و باعث نازه، وومیتینگ، فلبایتیس، اسکین وزیکن، آمنوریا، میل استریلیتی، هموراژیک سیستایتیس، هموراژیک سیستایسیس و سیکلوفوسفاماید میده. میبینی N and V نمیدونم یعنی چی، آمنوریا، میل استریلیتی، آلوپسیا، کچلی میده. باعث این یکی کلورامبوسیل واسه آمنوریا و میل استریلیتی میشه، یعنی هم زن عقیم میکنه هم مرد. ملفالان پولموناری اینفیلتریتس اند فیبروزیس، پولموناری فیبروزیس، پولموناری اینفیلتریتس، آمنوریا، میل استریلیتی. از اتیلن آمین تیوپتارا نام برده، الان داره میگه اتیلن امای، بعد گفته تیوپتا، در صورتی که ما اینجا تیوپتا رو جزء آزیریدینا طبقه بندی کردیم، مثلا کربن نداره اینجوری. شاید هم منظورش از اتیلن این دو تا کربن با آمین. می‌بینی؟ اتیلن. بعد میگه که باید دوره میول ساپریشن، آمنوری، میل استریلیتی. آلکیل سولفونات ها مثل بوسولفان میلو سپرشن، پولمیناری فیبروزیز، هایپر پیگمنتیشن میده بوسولفان. چرا؟ چون بوسولفان مثل بو میده، اون وقت پیگمنت میشه. آمنوریا، میل استریلیتی. نیتروزویورا مثل کار موستین، بی سی ان یو، لوموستین، سی سی ان یو. بعد اینجا گفته، بعد ما سرموستین هم داشتیم نام نبرده، و گفته استرپتوزوسین دیگه کجا بود؟ استرپتوزوسین نام داره میبره، نداشتی؟ درسته؟ استرپتوزوسین اصلا چیز نداشتیم، اینجا داره تازه نام میبره. بعد گفته همه دوباره مایلو سپرشن، نازا و وومیتینگ میده. تیری آزین مثل دا کارابازین، پرو کاربازین، تموزولامید. حالا اینجا از تیری آزین ها اینجوری نام نبرد دوباره. حالا این داره میگه پروکارابازین دیگه، درسته؟ میگه یک مشتق متیل هیدرازین است. این داره میگه تیری آزین، این میگه مشتق متیل هیدرازین است. کتاب داره درست میگه، پس غلط هم داره. یعنی اینا کساتاسون منبع کتاب. حالا اینجا داره میگه داکاربازین، درسته؟ میگه داکاربازین یک ترکیب صنایعی است که متعاقب به جذب فعالیت متعاقب توسط انزیم میکروزومی که به عنوان یک عامل آلکیل کننده اثر میکنن، اندمتیلیشن اکسیداتیو را، اکسیداتیو آن را مشتق مونومتیل تبدیل میکنن که خود به 5 آمینو ایمیدازول تبدیل میشود. اون کتابشون بخونیم. پروکربن گفته تموزولامان، میلوسپشن نازاوامیتینگ، آنتی بایوتیکا، میتومایسین، میلوساپرشن، جی آی موکوزایتیس، پلاتینیوم کوردینیشن کامپوند ها، سیس پلاتین، کربوپلاتین، اوکسالی پلاتین، رنال توبولار دمیج میزنن، اوتوتوکسیسیتی میدن اینا پلاتینا، هم به کلیاس میدن، هم به گوش، هم پریفرال نوروپاتی میدن. بعد حالا مثلا اینجا چی گفته براشون؟ مکانیسم اونایی که سل سایکل نان اسپسیفیکن، آلکیلیتینگ ایجنت ها، سی سی این اسن، آنتی نئوپلاستیک ایجنت دات ویا اکت فورمیشن اف ریاکتیو اینترمدییت دات آلکیلیت نوکلئوفیلیک گروپ آن دی ان ای بیسز اسپیشیالی پورینز لیدز تو کراس لینکینگ اف بیس، اب نورمال بیس پیرینگ اند دی ان ای استرند بریکیج. کراس لینکینگ اف
بیس که دیدی چجوری میدادن، abnormal base pairing and DNA strand breakage. Resistance arise by increased DNA repair and decreased deryl permeability and increased production of glutathione which inactivates alkylating agent. اینجوری رزیستن میشه تومور بهشون. Clinical used to treat wide range of tumors از hematologic cancer, breast cancer, ovary, lung, testis cancer and others. Because alkylating agents are CCNS, then they are cytotoxic to dividing and non-dividing cells. That permits them to be used against a slower growing malignancy. That means those with lower growth fraction that are generally quite resistant to cell cycle specific drug. اونایی که رشدشون آرامه و به سل سایکل اسپسیفیک دراک ها یوزن هم از نا استفاده کنیم. Most toxic to rapidly dividing cell tissue with high rates of turnover. For example, hair follicle, bone marrow, GI epithelium. اینا که turnover rateشون زیاده روشو اینا اثر میدن. یعنی باعث رو hair follicle اثر میدن. باعث چی میشن؟ آلوپسیا. رو bone marrow باعث میلوستاپرشن. و GI epithelium باعث چی میشن؟ hyperpigmentation. Accounts for most of the side effects. Myelosuppression is the usual dose-limiting toxicity. Nausea, vomiting, alopecia, amenorrhea, and male sterility are also common. Secondary malignancy, especially acute myeloid leukemia and non-Hodgkin lymphoma, can arise years after drug exposures and are caused by DNA damage to non-tumor cell. اگه DNA damage بخوره به non-tumor cell ها، اون وقت سالهای بعد AML و non-Hodgkin میگیرن. Notes: cisplatin, carboplatin and oxaliplatin are platinum coordination compounds that cross-link DNA by non-alkylating reaction. اینا آلکیل دار نمی کنن. اینا کراسلینگ میکنن DNA رو با non-alkylating reaction. As with alkylating agent. یعنی مثل اینا کراسلینگ میکنن ولی آلکیله نمی کنن. به خاطر همین جزء این گروه آورده چون کراس لینک میکنم. This causes cell death by abnormal DNA base pairing and strand breakage. They are used to treat a number of malignancy and are particularly important for germ cell tumors. قبوله؟ کارت شماره بعدی در رابطه با بلئومایسینه که میخواد بگه بلئومایسین is a cell cycle specific antibiotic that acts during G2 phase of cell cycle. It intercalates with DNA, complexes with iron and function as a ferrous oxide to generate oxygen free radical that cause scission of DNA chain. DNA chain رو میبره. چرا؟ به خاطری که اکسیژن فری رادیکال ها را تولید میکنه. کلینیکال یوز بلئومایسین در لیمفوما هم هاچکین هم نان هاچکین اند جرم سل تستیکولار توموره. ساید افکتش پولمونری فیبروزیزه. Is usually dose limiting, significant decrease lung function in 10% of patient. Skin changes are common, ulcer, alopecia, stomatitis, hyperpigmentation and minimal myelosuppression. Metabolism bleomycin degraded by bleomycin hydrolase, a cytosolic aminopeptidase found in many tissue. Low level of this enzyme in the lung and skin may account for toxicity. Note, high concentration of oxygen can exacerbate bleomycin pulmonary toxicity. High concentration of oxygen. Can exacerbate bleomycin pulmonary toxicity even years after drug administration. Thus, treatment of hypoxemia in a patient with prior bleomycin therapy can be extremely challenging. میگه حتی سالها بعد از اینکه بلومایسین دریافت شده اگه طرف هایپوکسی داشته باشه نباید ماسک اکسیژن بهش بسکه. چون های کانسنتریشن اکسیژن even years after drug administration باعث پولمونری توکسیسیتی میشه. خب حالا اینجا چیه نشه؟ پورین پرسرجر، پریمیدین پرسرجر، ریبونوکلوتاید، دوکسریبونوکلوتاید، بلومایسین دمج دی ان ای پریونت ریپر، ام ار ان ای پروتئین دیگه اینجا ایجاد نمیشه. بلومایسین اینجا چیز خاصی نداره. بلومایسین یک پپتید کوچک است
کاویه یک ناحیه اتصال به DNA و یک حوزه اتصال به آهن در دو انتهای مولکول است، مخلوطی از 11 گلیکوپپتید متفاوت به نام بلنوکسان جهت درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد که اعضای اصلی آن بلوماسین B2 و بلوماسین A2 می‌باشد. بلوماسین ظاهرا از طریق اتصال به DNA اثر می‌کند که منجر به شکستگی‌های تک و دورشتگی متعاقب به تشکیل رادیکال‌های آزاد و مهار سنتز بیوسنتز DNA می‌شود. به نظر می‌رسد قطع شدن DNA ناشی از اکسیدیشن یک کمپلکس آهن دو ظرفیتی با بلوماسین با DNA بوده و منجر به اشتباهات کروموزومی می‌گردد. بلوماسین یک داروی CCS می باشد که سبب تجمع سلول ها در مرحله G2 می شود. بلوماسین جهت درمان لنفوم های هوچکین و غیر هوچکین، تومور سلول زایا یعنی جرم سل تومور، سرطان سر و گردن و سرطان سلول سنگ فرشی پوست، سرویکس و فرج ایندیکیشن دارد. دارو را می توان به صورت زیر جلدی داخل عظمی یا داخل وردی مصرف نمود. حذف بلوماسین به طور عمده از طریق دفع کلیوی صورت می گیرد و تعداد دوز در اختلال کلیوی لازم است. سمیت ریوی محدود کننده دوز بلوماسین است و معمولا به صورت پنومونیت به همراه سولفه دیسپینیا، رال های خشک دمی در معاینه ارتشاهات گرافی در قفسه اسم بروز میکنند. میزان بروز این عرضه در بیماران بالای 70 سال و با دوز کلی بیش از 400 واحد افزایش مییابد. در موارد نادر سمیت ریوی میتواند کشنده باشد. سمیت های دیگر دارو در جدول 54 فهرست شده. پس بلوماسین یک پپتید کوچکه. بعد اینجا داره میگه بلومایسین is a cell cycle specific antibiotic that acts during the G2. اونجا به اومدن آنتیبیوتیک دیگه داریم که آنتیبیوتیک اینجا داریم که یک پپتید پلی پپتید کوچک است. حالا اینجا نه داره جز آنتیبیوتیک هست دیگه، اینجا صرف معلومه دیگه. پس بلوماسین دی ان ای دمیج میزنه، قبوله؟ دی ان ای دمیج. بعدی ها گفته که دوکسوروبیسین گفته که کلن دوکسوروبیسین دانوروبیسین ایداروبیسین، اپیروبیسین، والروبیسین، میتوکسانترون و دکسرازوکسان اینا همه دی ان ای دمیج میزنن. خب خب میتونی اسمش هم بخونیم؟ بذارم پیداش کنم به کجاست. این آنتی متابولیت بزنن، کلن دی ان ای دمیج هم. تموم شد. این اسم این رو نداشت؟ اول چند تا آنتیبیوتیک نام برد اول کتاب. اینجا گفته دکسوروبیسین، گفته دانوروبیسین، دکسوروبیسین، درسته دکسوروبیسین، دکسو نوشته پس. آنالوگ های داکسی سایتیدین نیست. خب دوکسوروبیسین مکانیزم سل سایکل نان اسپسیفیک آنتراسیکلینه، پس جزء آنتراسیکلین هاست. آنتراسیکلین that interacts with DNA interfering with topoisomerase 2 که topoisomerase 2 با 4 inhibit میکرد فلوروکینولون ها DNA گیراز اسم دیگه topoisomerase 2 با فلوروکینولون که that interacts with DNA interfering with topoisomerase 2 DNA break sister chromatid exchange and DNA cision converted by cytochrome P450 reductase into semi-quinone intermediate that generate oxygen-free radical by multiple pathway one of which is iron dependent. که یادته که تو توکسیکولوژی خونده بودیم اکسیژن رادیکال تولید کردن آیرون دیپندنته که آهن دوم شد آهن سه، بعد بعد اکساید میشد پروکساید. بعد رزیستنسی چجوری تومور به این رزیستنس شد؟ مدیتد بای اکسلریتد ایفلاکس میدازه بهش بیرون مدیتد بای اکسلریتد ایفلاکس اینکریز گلوتاتیون بده و دیکریز بکنه توپایزومراز دو رو که اصلا نیاد با اینترفر بکنه با توپایزومراز دو. کلینیکال یوز آف دکسوروبیسین توپایزومراز دو کاش بود سرش بود که چین رو وا میکرد دقیقا چیز ایجاد میکرد ریپلیکیشن فورک.
کلینیکال یوز از لوکمیا، لیمفوما، مولتیپل میلوما، سولید تومور، سولید تومور یعنی تومور های توپور که میگفتم را توپور و سولید تومور، برست و کانسر، اووری کانسر، لانگ کانسر، بلادر کانسر. Side effect is cardiomyopathy is caused by free radical and related to cumulative dose received. یعنی cumulative dose received یا لمه دوز داره دریافت شده. Myelosuppression and GI mucositis and other dose limiting toxicity. Radiation, recall reaction, erythema and desquamation at site of period radiotherapy. Toxic extravasation, necrosis of involved tissue. نکروز میشه اون بافتایی که داریم بهش تزریق میکنیم دارو رو. نوت، دانوروبیسین اسم دیگرش هست سروبینید، سروبیدین and ایداروبیسین یا ایدامایسین are anthracycline used to treat acute leukemia. اپیروبیسین یا الن is an anthracycline is used to treat breast cancer. اپیروبیسین it is less cardiotoxic and less potent than doxorubicin. Valrubicin یا Valstar is an anthracycline administrated intravesicularly to treat bladder cancer. Side effect includes hematuria, خون برد و ادرار, dysuria, incontinence, حبس ادرار and urinary frequency. اینکانتنس حبس ادرار نمیشه، بی اختیاری ادرار. میتوکسانترون با نام تجاری نووانترون ان آنتراسنن دیگه آنتراسیکلینیست is an آنتراسن is structurally related to the anthracycline but it is less prone to forming quinone free radical and thus less cardiotoxic. دکسرازوکسان یا زینکارد ان آیرون کلیتور کن بی کو ادمینیستر تو ریدیوس اکسیژن فری رادیکال مدیکال آنتراسیکلین کاردیوتوکسیسیتی. ان آیرون کلیتور کن بی کو ادمینیستر تو ریدیوس اکسیژن فری رادیکال مدییتد آنتراسیکلین کاردیوتوکسیسیتی. خب اینجا اینجوری تو شکلشون داده که دوکسوروبیسین اینترکت دی ان ای بریکج ویا توپایزومراز 2 اینهیبیتش میکنه پرودوس جنرال فین رادیکال. تمام اینا مثل هم بودن، دوکسوروبیسین، دانوروبیسین، ایداروبیسین، اپیروبیسین، والروبیسین، میتوکسانترون، دکسرازوکسان. الان گفت دانوروبیسین و ایداروبیسین یعنی ایدار، دانو ایدار، بگو دانو ایدار برای درمان کی بودن؟ تو تریت اکیوت لوکمیا. اپیروبیسین برای درمان برست کانسر، تو تریت برست کانسر. والروبیسین که واله برای درمان کیه؟ بلادر کانسر. میتوکسانترون تلفظ کن، میتوکسانترون تو پرودیوز کینین برای درمان نگفته، نفر گفته که ایز لس کاردیوتوکسیک. دکسرازوکسان آیرون کلیتور کد بی کو ادمینیستر و بازم کاردیوتوکسیتی میده ولی کم. اینجا گفته آنتراسیکلین ها آنتیبایوتیک های آنتراسیکلین که از استرپتومایسس پوستیس وارسیستی استخراج میشن از مفیدترین داروهای ضد سرطان با سمیت سلولی میباشن. دکسوروبیسین و دانوروبیسین دو دارو از این رده هستن که FDA آنها را تایید نموده و مورد مصرف قرار گرفتن. چندین آنالوگ دیگر آنتراسیکلین وارد کار بالینی شدن از جمله ایداروبیسین و اپیروبیسین و میتوکسانترون. حسودی الان میتوکسان ها گفت لس کاردیوتوکسیسیتی داره، درسته؟ آنتراسیکلین ها از طریق چهار مکانیسم اصلی تاثیر سایتوتوکسیک خود را اعمال میکنن. مهار تاپوئیزومراز 2، اتصال قوی به دی ان ای و متعاقبا مهار ساخت دی ان ای، آر ان ای و برش رشته دی ان ای، تولد رادیکال های آزاد سمی کینون و رادیکال های آزاد اکسیژن از طریق یک فرآیند احیا کننده آنزیمی و آیرون دیپندنت و چهار اتصال به قشای سلولی برای تغییر در سیالیت و انتقال یون. هرچند مکانیسم اثر سایتوتوکسیک آنتراسیکلین به دقت روشن نشده و ممکن است به هر نوع تومور بستگی داشته باشد، اکنون به خوبی می‌دانیم که تشکیل رادیکال‌های آزاد علت سمیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین است، یعنی کاردیوتوکسیک.
در مصارف بالینی آنتراسیکلین ها به صورت داخل وریدی استفاده میشن. آنتراسیکلین ها توسط کبد و با احیای هیدرولیز استخلاف های حلقه متابولیزه میگردن. شکل هیدروکسیل از متابولیت های فعال آن است، در حالی که شکل آگلیکون غیر فعال می باشد. تا 50% از دارو در معده از طریق دفع صفراوی دفع می شود و به این علت در زمینه اختلال عملکرد کبدی کاهش دوز دارو لازم است. اگرچه آنتراسیکلین ها معمولا طی یک برنامه 3 هفته یک بار تجویز می شوند، اما برنامه های جایگزین از قبل دوز پایین هفتگی یا انفوزیون مداوم 72 تا 96 ساعته تاثیرگذاری بالین یکسان با سمیت کمتری دارد. حالا نگاه کن جزء 4 حلقه یا می‌بینی میگه آنتراسیکلین ما 4 حلقه یا تتراسیکلین بودن. خب حالا گروه آرش کجاست؟ اینجا میگه اگه این باشه بهش میگن دانوروبیسین، یه گروه استیل باشه میگن دانوروبیسین. آره اگه این باشه میشه دوکساروبیسین. دوکساروبیسین یکی از مهمترین داروهای ضد سرطان بوده و استفاده بالینی عمده‌ای در کارسنوم‌های پستان، اندومتر تخمدان، بیضه، تایروید، معده و مثانه دارد. برای سارکوم های بافت نه و در چندین سرطان دوران کودکی از جمله نوروبلاستوما، سارکوم یوینگ، استئوسارکوم، رابدومای سارکوما به کار می رود. این دارو همچنین در سرطان های خون شامل لوسمی ها، میلوم متعدد و بیماری هوچکین لنفوما و غیر هوچکین نیز منتشر است. ولی اینجا گفتش که لوکمیا، لیمفوما، مولتیپل میلوما، سولید تومور اینجوری طبقه بندی کرد و لوکمیا را رنگی کرده بود. حالا میگه اومن همراه با سایر داروهایی که غالبا با آن هم‌افزایی دارد مصرف شده و موجب بهبودهای طولانی‌تر نسبت به آنچه در صورت مصرف واحد دارو مشاهده می‌شود می‌گردند. مثلا همراه با سیکلوفوسفاماید که آلکلیتینگ ایجنت یا سیسپلاتین که اونم جزء آلکلیتینگ دی ان ای برای که کلاس لینک میده و فلورویوراسیل استفاده میشه همراه با اینا. دانوروبیسین نخستین دارو در این کلاس بوده و هنوز در درمان لوسمی میلوئید هاد به کار می‌رود. ولی اینجا گفت دانوروبیسین برای درمان چیه؟ بله در درمان لوکمیا. یعنی دانوروبیسین درمان کی؟ لوکمیا مهمه. لوسمی میلوئید حاد و کارایی آن در تومورهای توپور یا سولید تومور محدود است. یک آنالوگ آنتراسیکلین جدید به نام ایداروبیسین آزمایشات بالا تکمیل شده و اونم برای لوسمی میلوئید حاده. ایداروبیسین ایداروبیسین گفتیم دانو ایدار ایدار یا ایداردانو لوکمیا. بگو ایداردانو لوکمیا. ایداروبیسین در صورت ترکیب با سیتارابین در ایجاد فرونشینی های کامل بیماری در بیماران دچار اکیوت میلوئید لوکمیا ظاهرا تاثیر نسبتا بیشتری دارد. ایپروبوسین یعنی اپیروبوسین نه اپ آره دیگه اپیرو درسته اپیروبوسین یک آنالوگ دوکساروبیسین است که مکانیزم مثلا همانند آنتراسیکلین های دیگر است. به عنوان جزئی از درمان کمکی در سرطان پستان مرحله ابتدایی با گره های لنفاوی مثبت تایید شده است، اما امروز جهت درمان سرطان متاستاتیک پستان و سرطان معده هم به کار می رود. اینجا فقط گفت برست کانسر. اوکی بعد سمیت محدود کننده دوز اصلی تمام آنتراسیکلین ها سرکوب مغز استخوان و نوتروپنی بیشتر از ترومبوسایتوپنی دیده می شود و در برخی موارد موکوزیت موجب محدود شدن دوز می گردد. دو شکل از سمیت قلبی مشاهده می شود. شکل حاد ظرف 2 الی 3 روز روی می دهد و به صورت آریتمی ها با یاختلالات هدایتی تغییرات دیگر الکتروکاردیوگرافیک پریکاردیت میوکاردیت تظاهر می کند. این شکل معمولا گذرا و در اغلب موارد بدون علامت است. شکل مزمن یک کاردیومیوپاتی پس شکل مرقم عبارتی در شکل حادش 2-3 روز آریتمی و ایناست. خب ولی شکل مزمن یک کاردیومیوپاتی دیلیتد کاردیومیوپاتی یا کاردیومیوپاتی اتسایی است وابسته به دوز و همراه با نارسایی قلبی. به نظر میرسد سمیت قلبی مزمن در نتیجه افزایش تولید رادیکال های آزاد در مایوکارد ایجاد شود. این اثر با دوز کلی دوکساروبیسین پایین تر از 500 میلی گرم پر متر مربع به ندرت مشاهده می شود. به نظر میرسد استفاده از دوزهای پایین تر هفتگی یا انفوزیون مداوم دوکساروبیسین به میزان بروز سمیت قلبی را کاهش می دهد. به علاوه درمان با داروی کننده آهن به نام دکسرازوکسان به نام چی؟ دکسرازوکسان در حال حاضر جهت جلوگیری یا کاهش سمیت قلبی ناشی از آنتراسیکلین در زنانی که مبتلا به سرطان متاستاتیک پستان هستند به کار می‌رود. مگه نمیگه داره آهن رادیکال زیاد میکنه؟ دفروکسامین بود کلاتورش، حالا اینجا به جای دفروکسامین گفته دکسرازوکسان. تمام آنتراسیکلین ها میتوانند موجب واکنش یادآوری پرتوتابی شوند. اینجا یه چیزی اسم آورد گفتش که رادییشن ریکال ریاکشن نی گفت ساید افکتشون از رادییشن ریکال ریاکشن یعنی با اریتما و دسکوامیشن از سایت آف پریو رادیوتراپی. داره میگه تمام آنتراسیکلین ها میتوانند موجب واکنش یادآوری پرتوتابی
واکنش که میشه ریاکشن، یادآوری میشه ریکال، پرتوتابی هم میشه چی؟ ریدیشن. ریدیشن ریکال. نه اینجا بنویسم ریدیشن ریکال، ریدیشن ریکال ریاکشن شون که شامل اریتما، پوست ریزی یعنی دسکوامیشن. می‌بینی؟ دسکوامیشن در نواحی پرتودرمانی قبلی است، ات پریو رادیوتراپی. دقیقاً جمله کاتسونگ. با همین تموم شد. قبوله؟ همین تیکه بود. پس آنتی بایوتیک‌های ضد تومور، آنتی بایوتیک‌های ضد تومور یا آنتراسیکلینن، اوکی؟ یا چیان؟ مثل دوکساروبیسین، دانوروبیسین و ایداروبیسین. حالا دوکساروبیسین برای طیف وسیعی استفاده میشه. دانو و ایدار برای سولید تومور، و لیمفوما بود. و لیمف نه این خودش برای لوکمیا و سولید تومور دوکساروبیسین. دانو و ایدار برای کی فقط؟ لوکمیا، اکیوت لوکمیا. اپیروبیسین برست کنسل. وال روبیسین بلادر کنسل. وال روبیسین بلادر. وال روبیسین بلادر. خب بعد میتوکسانترون و دکسروکسان هم اینجا اصلا نگفته. اینجا فقط گفته لس کاردیوتوکسیکن. قبوله؟ اوکی. کارشونم کلن چی بود؟ دی ان ای دمیج. دی ان ای گیراز رو اینهیبیت میکنن. در واقع جز طبقه دی ان ای دمیج ها هستن. توپایی دمیج دو رو. حالا دی ان ای دمیج بعدی گفته اتوپوزیت. بگو اتوپوزیت. یادت اتوپوزیت ها اتوپوزیت بود با یکی دیگه. اتوپوزیت، تنیپوزیت، توپوتکان و ایرینوتکان. قبوله؟ اکیوت دیورینگ اکس دیورینگ لیت سین اس ان جی تو فیز اف دی سل سایکل تو فرم ترناری کمپلکس ویت دی ان ای اند توپو آیزومریز 2 اینهیبیت اتوپوزیت. اتوپوزیت و همین تنیپوزیت و اینا همه با هم دیگه اینهیبیت ابیلیتی اف توپو آیزومریز 2 تو ریکال تو ریسل دابل استرند دی ان ای بریکس. Inhibit ability of topoisomerase 2 to reseal double-stranded DNA breakage. به اینقدر چشمم ضعیف شده لبه این کاغذ دارم اینجوری اینجوری میبینم الان دقیقا. من دارم این پایین ها میخوام و خط دارم شکسته میبینم اصلا هم چیز نیست. اومد اینجا صاف شد شایدم خود که رو این خطنه. To reseal double-stranded DNA breaks. Accumulation of broken DNA strands and cell death. چجوری سل ها رزیستنس میشن به اتوپوزیت؟ Mediated by increased efflux of drug or decreased topoisomerase 2 expression. Clinical use: testicular, ovarian and lung carcinoma, lymphoma, AML, Kaposi sarcoma, osteosarcoma and neuroblastoma. The side effect is leukopenia, vomiting and nausea are the usual dose limiting toxicity and an unusually high rate of secondary leukemia with a characteristic translocation involving 11q23 has been seen in children after treatment with etoposide. Unusually high rate of secondary leukemia دیده شده در درمان چی؟ بچه هایی که با اتوپوزیت درمان شدن. This translocation یعنی 11 کروموزوم 11 با 23 translocate شدن. بهش میگن چی؟ secondary leukemia. This translocation is thought to be a side effect of the double-stranded DNA breaks induced by the drug etoposide. Tenipozid is a similar agent with etoposide. Topotecan با نام تجاری هیکامین هیکامتین کاز دی ان ای دمیج بای اینهیبیتینگ توپایزومریز 1. اینا اتوپوزید و تنیپوزید توپایزومریز 2 دوکسیروبیسین ایداروبیسین والروبیسین اپیروبیسین میتوکسان میتوکسانترون دکسرازوکسان. این دوتا خیلی اسم سخته. والروبیسین، دانروبیسین، اپیروبیسین، ایداروبیسین، دوکسروبیسین. اینا همه توپایزومرز 2 بودن. حالا توپوتکان اینهیبیت توپایزومرز 1 an enzyme that acts and relegates single stranded DNA breaks. It's used in the treatment of ovarian cancer. باعث مایلوسپریشن. It is a major side effect. ایرینوتکان، بگو ایرینوتکان با نام تجاری کمپت
camp to sar is another topoisomerase 1 inhibitor used in treatment of colon cancer. DRA is a permanent side effect. Good, DRA is a permanent side effect. پس یه اتوپوزید. تنیپوزید چی بود؟ تنیپوزید بود؟ آره تنیپوزید. توپوتکان ایریموتکان. من فکر می‌کنم در هر حد مکانیزم چه بلد باشیم و بتونیم چند تا چیز بگیم بستمونه. نه؟ نه مهتا؟ اتوپوزید بود دیگه بعد. آره. گفته اپیپودو فیلوتوکسین ها اتوپوزید یک مشتق سمی سنتتیک پودوفیلوتوکسین است که ریشه سیب هندی یا پودوفیلوم پلاتوتوم استخراج می شود. اشکال داخل وریدی و خوراکی اتوپوزید در آمریکا در دسترس است. بایو اویلیبیلیتی خوراکیش 50% بده و دوز خوراکی باید دو برابر دوز داخل وریدی باشه. تنیپوزید این اتوپوزید بود خب؟ تنیپوزید یک داروی وابسته است که در خارج آمریکا به کار می رود. مکانیزم اثر از مهار توپایزومرز تو با تشکیل یک کمپلکس سگانه گفت ترناری کمپلکس خب دارو دی ان ای و آنزیم دارو و دی ان ای و توپایزومرز دو رو با هم دیگه باند میکنه یه ترناری کمپلکس موجب آسیب دی ان ای میشه و 30-50% دارو در ادرار دفع میشه و کاهش دوز در افراد مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی لازم است. اتوپوزید در سرطان سل زایا جرم سل، سرطان ریه کوچک و غیر سلول و غیر سل کوچک، لنفومای هوچکین و غیر هوچکین، سرطان معده به کار رفته است. به علاوه دوز بالای آن در شرایط پیوند برای سرطان پستان و لنفوما موثر است. حالا از کامپتوتسین ها، از چی؟ کامپتوتسین ها میگه فراورده های طبیعی از درخت کامپتوتکا آکومیناتاس که با فعالیت توپایزومرز 1 آنزیمی که مسئول برش و ترمیم مجدد دی ان ای تک رشته است. پس توپایزومرز 2 باز میکرد مثل دی ان ای هلیکاز میمونه. خب منتها دی ان ای هلیکاز مال یوکاریوت مال باکتریا و مال سلول توموری ها نه دارم اشتباه میگم ما کلا کارش همون رشته باز کردنه. میگه توپایزومرز 1 مسئول برش کات کردن سیژن و ترمیم مجدده. اوکی دی ان ای ترمیم مجدده دی ان ای تا تک رشته است تداخل میکنند. وقفه عمل این آنزیم به آسیب دی ان ای منجر میگردد. حالا توپوتکان در درمان بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته تخمدان ایندیکیشن دارد. در کیموتراپی بر پایه پلاتین شکست داشتند و همچنین به عنوان خط دوم درمان سرطان ریه سلول کوچک تایید شده است. روش اصلی حذف دارو دفع کلیوی به این علت در بیماران مبتلا به عملکرد غیرطبیعی کلیه باید احتیاط کرد. ایرینوتکان یک پریدراگ است که عمدتا در کبد توسط آنزیم کربوکسیل استریز به SN38 تبدیل می شود که به عنوان یک مهار کننده توپایزومراز 1000 بار قوی تر از ترکیب مادرشه متابولیتش. برخلاف توپوتکان ایرینوتکان و SN38 به طور عمده از صفرا و مدفوع دفع می شود و در زمینه اختلال عمل کرده کبدی کاهش دوز لازمه نه عمل کرده چی؟ کلیوی. ایرینوتکان به عنوان درمان تک دارویی خط دوم در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک کلورکتال و بر پایه فلورایوراسی هستند و در درمان بر پایه فلورایوراسی موفق نبودند. اینا که با فلورایوراسی درمان نشدند سرطان کلورکتالشون رو میتونیم چی بدیم؟ ایرینوتکان از خانواده کامپتوتسین ها. بعد میگه و همچنین به عنوان درمان خط اول به هنگام استفاده به همراه فلورایوراسیل و لوکووین ایندیکیشن دارد. میالو ساپرشن و دیاره ها شایع‌ترین عوارض جانبی هستند. اینجا هم گفتش که ایرینوتکان دیاره ها ایز پرومیننت ساید افکت. یک شکل زودرس که ظرف 24 ساعت پس از تجویز روی میدهد و تصور میشود یک واقعه کولینرژیک است به طور موثری با آتروپین درمان میشه. یک شکل دیررس اسهال که معمولا 2-10 روز پس از درمان روی میده. اسهال دیررس میتونه شدید یا منجر به اختلال قابل توجه الکترولیت یا دیهیدریشن در برخی موارد بشه. حالا اینجا رو نگاه کن. اصلا اینه که تکان دارن گفتیم چیز یک و این بیت میکنن تو پایز مرزی یک و این کتاب شویمال معلمه این فلش کن. این چیز داشتیم یک کتاب خودمون بود حالا باید بریم بیاریم این دوتا رو بکنیم تو طبقه چی؟ کامپتوتسین ها اپیتوزید و تنیتوزید ها بکنیم تو طبقه اپیپودوفیلوتوکسین که از سیب هندی پودوفیلیوم پلاتاتوم گرفته میشه. قبوله؟ بعدیش چیه؟ اوکترومایسین گفته ترانسکریپشن اینهیبیتور چی؟ دوباره همون توپایزومراز نه گفته که ترانسکریپشن اینهیبیتور داکتینومایسین با نام تجاری کوس میگن
همون کس میگه. خب اسمشه، ببین من حرف بی ادبی نگفتم، خدا وکیلی اسمشه کس میگن با نامش یه داکتینومایسین ترانسکریپشن اینهیبیتور مکانیز سل سایکل کس میگن. این خوبه شفت کرد داکت میزنه، کس میگه داکت میزنه مایسین ها رو. از سل سایکل نان اسپسیفیک، نان اسپسیفیک هم از با همه کار میکنه. خب نان اسپسیفیک آنتی بایوتیک دات تایتلی باندز دابل استراند دی ان ای بلاکید اف ام ار ان ای ترانسکریپشن آلسو کالد سینگل استراند بریکس این دی ان ای. حالا شکلش رو ببینید چیکار میکنه. گفته اینجا این ترانسکریپشن رو اینهیبیت میکنه، این ترک دی ان ای ایندیوس بریکس اینهیبیت ار ان ای سینتزیس. قبوله؟ این قسمت اینهیبیت میشه. بعد گفته که کلینیکال فور رابدومایوسارکوما ان ویلمز تومور این چیدرن. پس بچه هایی که رابدومایوسارکوما و ویلمز تومور دارن استفاده بشه، پوتنشیالی کیوریتیو ون کامباین ویت سرجری اند رادییشن اوینگز تومور اند کوریوسارکوما. مگو اوینگز تومور اند کوریوسارکوما. ساید افکت میلو ساپریشن اند جی آی mucositis are the usual dose limiting toxicity. Nausea and vomiting are also common. Toxic extravasation, necrosis of involved tissue. Ductinomycin. گفته ترانسکریپشن آرنا و امارنا رو اینهیبیت میکنه. بهتر شد اینا رو خونیم نه؟ با اینا نمیدونه یه آیدیا میگیری شما. اینا رو قبلا هم انگلیسی هاشو خونده بودم قشنگ. برو نگاه کن ویدیو ها رو توضیح دادم، حتی اینجا اصلا عکس و شکل این داروار هم تحقیق کردیم در آوردیم. میدونی چی میگم؟ کی پس من یه چی دارم از یه چیز یادم حالا خداشا یه چیزهایی رو یادت هست تشت خواب من. داکتینومایسین نیست اینجا. داکتینومایسین کوسمگن آنتیبایوتیک ترانسکریپشن رو اینهیبیت میکنه. آنتی متابولیتا مگو چی؟ آنتی متابولیت سیتارابین، جم سیتابین و نلارابین. خسته نشدی؟ سیتارابین الان اونجا یعنی آنتی متابولیت مونده خیلی زیاده، میبینی 5 تا کارته. بعد آنتی میکروتوبول که وینکاه، وینکال کالویدا، تاکسولا. بعد جن اکسپرشر اینهیبیتورا آل ترانس رتینوی کسیت ها، همه ترانس رتینوی کسیت ها جن اکسپرشن مودیفایر هن. بعد آزا سیتیدین هم جن اکسپرشن مودیفایره. تایروزین کیناز اینهیبیتور ایمتینی، آنتی رسپتور تایروزینکیناز تراستوزوماب، آنتی آنژیوجنزیز بواسیزوماب، آنتی تومور مونوکلونال ریتوکسیماب، آنتی تومور مونوکلونال جمتوزوماب، پروتاز اینهیبیتور بورتزومیب و بعد که می وارد دیگه چیزای دیگه میشه. از صفحه کارت 214 تا 228 چه دقیقاً چند صفحه؟ 14 تا 28 14 تا کارت مونده. چند تا کارت خوندیم شد 40 دقیقه؟ 5 تا کارت شد 40 دقیقه. 14 تا کارت میشه 3 ساعت دیگه ان شاءالله تموم میشه. باز خوبه.